خیلی ممنون، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، وصلى على أئمة المؤمنين وهداة المتقين وحماة المؤمنين. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك وأحمدك. عيد سعيد فطر به همه امت اسلامی و به ملت عزیز ایران و به شما نمازگزاران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. ابر رحمت الهی یک ماه تمام بر امت اسلامی بارید، رحمت الهی، ضیافت الهی در این یک ماه شامل حال همه آحاد امت اسلامی بود. ملت عزیز ایران از این ضیافت الهی حد اکثر استفاده رو الحمدلله توانست انجام بدهد به قدر وسع و توان خود. جشنهای اول سال شمسی و آغاز فروردین را با معنویت ماه مبارک رمضان متبرک کرد. جلوه قرآن در سراسر این ماه چشمگیر بود. یکی از نقطه‌های برجسته ماه رمضان امسال به حمدالله شیوع تلاوت قرآن در بین اقشار مختلف مردم در سراسر کشور بود. از همیشه درخشانتر و زیباتر جلوه کرد و رسانه ملی هم در ارائه این پیشرفت بزرگ نقش ایفا کرد. خدای متعال را باید شکرگزار باشیم که روز به روز جلوه قرآن و انس با قرآن در کشور افزایش پیدا می کند. محافل ذکر، محافل دعا و تضرع و مناجات در سرتاسر ماه، به خصوص در لیالی مبارک قدر، جلوه های دیگری از معنویت این ماه عزیز بود و ضیافت الهی رو برای مردم عزیز ما زیباتر و مطلوبتر قرار داد و توانستند مردم ما از این ضیافت به حمدالله استفاده کنند.
ماه مبارک رمضان فرصت بزرگی است. از این فرصت خیلی ها بیشترین استفاده رو کردند. آحاد ملت هم به حمد الله بهره بردند. توصیه مؤکد ما این است که این ذخیره معنوی را برای خودتون حفظ کنید، به خصوص جوانهای عزیز ما. به حمد الله جامعه جوان کشور میل به دینداری و توجه و ذکر و دعا دارد. این فرصت بزرگی است. در ماه رمضان از این فرصت استفاده شد. این رو برای خودتون حفظ کنید. این رو به عنوان یک ذخیره معنوی برای خودتون به حساب بیاورید. مسئله روزه بسیار مهمه. اونچه که امسال به بنده خبر داده میشد این بود که گاهی تظاهر به روزخاری در بعضی از معابر شهر تهران و دیگر شهرها دیده شد. یقینا نظام جمهوری اسلامی در صدد اون نیست کسانی رو به زور وادار به دینداری کند، اما در مقابل هنجار شکنی دینی هم وظیفه دارد. نباید کوتاهی کنیم و مسئولین و آحاد مردم و آمرین به معروف و ناهین از منکر در این زمینه وظیفه خودشون رو انجام باید بدهند. امیدواریم انشاءالله این سرمایه عظیم دین و معنویت در کشور برای این ملت همیشه حفظ شود، باقی بماند، که مایه عزت است، مایه سربلندی است و مایه کامروایی در امور دین و دنیاست. پروردگارا به محمد و آل محمد جوانان ما را، مردم ما را، زنها و مردهای ما را در صراط مستقیم حق ثابت قدم بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوب الیه و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأبدين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق و موسی بن جعفر الکاظم و علی بن موسی الرضا و محمد بن علی الجواد و علی بن محمد الهادی و الحسن بن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی صلوات الله و سلامه علیهم و علی امهم الصدیقة الطاهرة المعصومة المطهرة و حشرنا الله معهم. بار دیگر این فرصت مبارک را، فرصت عید فطر را
و همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. اونچه که در این خطبه لازم میدانم تکیه روی آن بکنم عبارت است از اینکه امسال ماه رمضان حوادث خونبار غزه کام مسلمانان را در سراسر جهان تلخ کرد. لعنت خدا بر رژیم قاسب صهیونیست. که در این ماه مبارک نه فقط دست از کشتار زنان، کودکان، مردم بی‌دفاع بر نداشت، بلکه اونها رو تشدید هم کرد. دولت‌های غربی در طول این سال‌های متمادی همیشه رژیم قاسب رو کمک کردند، پشتیبانی کردند، در محافل جهانی از او حمایت کردند، انواع و اقسام کمک‌ها را به او رسوندند. حق این بود که در این قضیه مهم، در این حادثه، در این فاجعه می‌آمدند جلو او را می‌گرفتند، مانع می‌شدند، مانع نشدند، به وظیفه‌شون عمل نکردند دولت‌های غربی. بعضی زبانی یک چیزی گفتند در حمایت از مردم، اما در عمل نه فقط مانع نشدند بلکه بسیاری از آنها کمک هم کردند، مخصوصا دولت مستکبر ظالم آمریکا و انگلیس. دولت‌های غربی در حوادث امسال ذات شریر تمدن غربی رو علناً به دنیا نشان دادن. ماها می‌گفتیم منتقدین تمدن غربی بارها تکرار می‌کردند، می‌گفتند که این تمدن بر پایه شرارت بنا شده، بر پایه جدایی و عناد با معنویت و فضائل معنوی و ارزش‌های معنوی بنا شده است. از او انتظار خیر نمی‌شود داشت، این رو همه می‌گفتند. اما در حوادث این 6 ماه گذشته در مسئله غزه و فلسطین، خود دولت‌های غربی این ذات شریر را در مقابل چشم همه دنیا قرار دادند، نشان دادند که این تمدن چه تمدنی است. کودک می‌کشند در آغوش مادر، بیمار می‌کشند در بیمارستان، زورشون به مقاومت و مردان مقاومت نمیرسه، میفتن به جان خانواده ها، به جان کودکان و مظلومان، به جان پیرمردها. 30,000 انسان بی دفاع رو در این 6 ماه اینا به قتل رسوندن. کجا هستند اون کسانی که آهنگ ناهنجارشون در باره حقوق بشر گوش دنیا رو کر میکنه؟ کجان؟ چرا اینجا نمیبینن اینا بشر نیستن؟
اینا حقوق ندارن. این راجع به اونها. اما خود رژیم خبیث که سرتابا خبث و شرارت و خطاست، یک خطای دیگری هم بر خطاهای خودش اضافه کرد و او حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود. کنسولگری و دستگاه‌های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. ما البته داغدار شهیدانمون شدیم. شهیدان از قبیل شهید زاهدی، شهید رحیمی، دیگر همراهانشون. من قبلا هم عرض کردم اینها عاشق شهادت بودند. اینا چیزی از دست ندادن، خوشا به حالشون. اینا کسانی بودند که یک عمر دنبال شهادت دویدند. خدا بهشون این اجرت رو داد به خاطر جهادشون. خوشا به حالشون. ما داغدار شدیم اما اونها کامیاب شدند. اونها توانستند به مقصود خودشون برسند. هم اونها هم شهدای امنیت در بلوچستان، این جوانان عزیزی که از مرزهای کشور دارن حراست میکنند، جانشون رو کف دستشون گرفتن. ملت داغدار این هاست. خدای متعال به ملت ایران قوت بدهد، اجر بدهد، صبر بدهد، توفیق بدهد، ملت ایران رو بر همه به همه آرزوهای بزرگ ملی و مردمی خود برساند. تأکید میکنم من بر وحدت کلمه. مردم عزیز، جوانان عزیز، فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی، فعالان رسانه‌ای، بدانید توفیق در توحید کلمه است. توفیق در وحدت کلمه ملت ایرانه. اختلاف نظر دارید داشته باشید. اختلاف نظر سیاسی و غیر سیاسی اشکالی ندارد. اما درگیری و یقه‌گیری و وحدت رو شکستن و دو دستگی ها و دو گروه های جعلی درست کردن به زیان کشور است، به زیان دین شماست، به زیان دنیای شماست، به زیان قوت شماست. پروردگارا به محمد و آل محمد بهترین خیرات را به این ملت عنایت کن. این ملت را بر دشمنانش پیروز کن. پروردگارا این ملت را دشمن شاد مکن. پروردگارا روح مطهر امام بزرگ ما و شهیدان عزیز ما رو از این ملت و از اون چی که انجام می دهیم راضی و خوشنود کن.
قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.